سوال مجری از آقای عبدالحمید، چرا در هفته وحدت و حفظش سنی پشت شیعه نماز نمی خوند، اما شیعه در مکه پشت سنی نماز می خوند؟ برکه شیعه تقیه می کنه، شیعه تقیه می کنه، شیعه اصلا نماز جمعه رو فرض عین نمی دونه. این یکی. بعد اعمال شیر، اعمال مولای شیر رو اصلا نباید ارزش قائل شد، برای که دروغ میگه، دروغ در مذهبش جایزه. یک سوالی که مطرح هست در مورد بحث تقریب مذاهب هست و در سالهای بعد از انقلاب انواع و اقسام کنفرانس های جهانی، منطقه‌ای، استانی در بحث تقریب مذاهب مطرح شده، اما واقعا از روی کاغذ فراتر نرفته، یعنی اتفاقی نیفتاده. چرا؟ آقا شما این سوالو شما نباید از ایشون بکنید، این سوالو باید از رئیس کشور بکنید، از آقای خامنه‌ای بکنید. اگه دستون به آقای خامنه‌ای نمیرسه، حداقل به از آقای تسخیری بکنید، از آقایانی که این کنفرانس ها رو اداره میکنن. ایشون چیکاره؟ یعنی میخوای حرفا خودتون از دهن ایشون بیاری بیرون؟ اینا تاثیرات بی تاثیر هم نبودن، ولی اونطور که باید تأثیر داشته باشن نبودن، برای اینکه اصل عمله. و اگر ما هیچ کنفرانسی هم نگیریم و عملا ما بتوانیم وعدات را پیاده بکنیم، تفاوت بین شیعه و سنی برداریم در امور استخدام کشور، بارگذاری مسئولیت ها، مناسب، مجوز، ما این تفاوت ها را برداریم و اگر همه ملت ایران ها این وحدت در همه دنیا میتونه نفوذ بکنه. آخه این چه تقریبی هست که شما میگین تاثیرگذاره؟ که آقا تقریبو ایشون ایجاد نکرده، تقریبو دولت اعلام کرده. چرا سوراخ دعا رو گم کردید؟ هفته وحدتو اهل سنت ایجاد نکردن، دولت ایجادش کرده، اونم برای فریب، برای مکر. و مانع تقریب اعمال متضاد و متناقض دولته. در حرف یه چیزی میزنه، عمل یه چیز دیگه میکنه. خداوند به نفاق برکت نمیده، به تضاد برکت نمیده، به دورانگی برکت نمیده، به فریب و تقیه و نیرنگ برکت نمیده. همین دو سال پیش عکس مشهور از کنفرانس تقریب منتشر شد که بعد از کنفرانس یا بین دو جلسه کنفرانس شیعیان به امام جماعت خودشون رو داشتن، اهل سنت هم امام جماعت خودشون رو داشتن. بله بله بله. یعنی در یک جلسه خود کنفرانس تقریب که افراد در مورد تقریب سخن میگن، بله درست، هر کدوم جداگانه نماز میخونن. یک سری مسائل فقهیه بین اهل سنت و شیعه هست که عزیزان شیعه ما فارا نمیشوین و نزد اهل سنت شستن فاز واجباته. یعنی درسته آقا پار هم بشورن، غسل هم بکنن، پار شستن نه، غسل هم بکنن، بیان پشت سر شیعه نماز خوندن درست نیست، به خاطر شرکش، به خاطر اعتقادش، به خاطر کفریاتی که خمینی الان داره میگه که ختم نبوت قبول نداره. اصل مطلب در اینجاست، ولی که ایشون اگه این حرف بزنه باید از دستبوسی و پابوسی دست برداره بیاد بیرون. این کسی که اقتدا میکنه پشت سری کسی باید اعتقاد داشته باشه که طهارتش نزد او درست. نه جوابش این نیست، جوابش تقریب معنای توحید دو تا مذهب نیست. یک، مذاهب جا خودش بمونه. دومی که تقریب وحدت در سایه توحید ممکنه، نه در سایه شرک، نه در سایه غلو و ولایت فقیه. کاملی این در خود بین حنفی و شافعی هم این مسئله مذاهب اهل سنت ما هست. به طور مثال این که بدتر کردید، که این که جواب بدتری شد. یعنی میخواد بگه حنفی شافعی هم پشتر هم دیگه نماز نمیخونن؟ مثال میده برای شما که اگر از خون بینی خون بیاید نزد عزیزان شافعی ما وضو نشکسته، رعاف بشه. نزد حنفیه شکسته. اگر حنفی ببینه که این بینیش خون شده و در نماز میده، نمازش پشت سر او درست نمیشه. نه این حرف درست نیست، این حرف درست نیست.
نمازش در مذهب حنفی درست نیست، لیکن اگر در پشت سر شافعی نماز خون به اتفاق مذاهب، به جمهور مذاهب نمازش درسته. چرا؟ چون پشت سر امامی نماز خونده که کتاب سنت اجتهادش به این عمل کرده. و رضا شافعی درسته که پشت سر حنفی نماز بخونه، حنفی درسته که پشت سر شافعی نماز بخونه و هکذا باقی مذاهب اربعه. چون اعتقاد در یک وجود تمام نیست. این همه مسئله اینجایه که عزیزان شیعه ما فرا نمیشوین و این شستن فرا نزد اهل سنت فرضه، واجبه. ببینید شیعیان هم برای خودشون اصولی دارن، اما به جهت حفظ وحدت وقتی در مراسم حج میشه پشت سر اهل سنت نماز میخونن، اتاقیه میکنن، دروغ میگن، نماز میکنن. التقیه تو دینی و دین آبایی، لا دین لما لا تقیه تلا، هر که تقیه نکنه دین نداره. اما این در تشیعه اهل سنت به جهت حفظ این آقا اومده که حرفای خودشو از دهن ایشون در بیاره. وحدت هم که شده در خود کنفرانس وحدت اسلامی هم پشت سر شیعه نماز نمیخونن. نباید نماز بخونن تا زمانی که شیعه عقیده شرک آلوده، نباید نماز بخونن. تا زمانی که وضوش نادرسته نباید نماز بخونن. شیعه رو، یک مذهب زاله و مزله رو نباید با زال و مزله، نباید با یک مذهب درست مقایسه کرد. مذهبی که با امامت تمام میشه، مذهبی که امامتی که یهود درست کرده، مذهبی که همه توحید خدا رو به امامان نسبت میده، همه صفات خدا رو به امامان داده، چون این مذهب غالی رو از مذاهب اسلامی شمردن کار اشتباهیه. تا چرسه پشترش نماز خوندن. اوله اونها روی همین مسئله فقهیه که معتقدن اینا از فقه خودشون گذر کردن دیگه، وقتی پشت سر اهل سنت نماز خوندن. آه. اون طرف چرا به خاطر حفظ وحدت گذر نمی؟ آقا بگو تقیه میکنه، جرات نمیکنه. نه اما معتقدن که این ما احکام ما نباید تغییر میدیم و تقیه نزد اهل سنت هم نیست. خوبه، بالاخره رسید بهش. خوبه، خدا را شکر. طلا معتقد به اعتقاد به تقیه نداره، روی این مسئله اتفاق میاد که معتقده که ما مشترکات را بگیریم و همه مشترکات کافی هست. اونجا که اختلافی، هر کسی رو به حالت خودشون بگذاریم، بهترین راه همینه. آقا عیسی به دین خود، موسی به دین خود، بهترین راه تقریب یکیش اینه که صداقت داشته باشه، شیعه صداقت داشته باشه که محاله. مولای شیعه صداقت داشته باشه که شیعه نمیمونه. دومی که نیازی به تقریب نیست. حقوق قانون اساسی به تصریح کرده به شما میدید. شما قانون اساسی رو به دروغ نوشتی. اون موقع میخوای بیان به پرسارت نماز بخونن؟ در هفته وحدت مسجد خراب میکنن. مسجد شیخ فیض رو که خراب کردن؟ در هفته وحدت.